با سلام سامره هستم از کانال آلمانی آنلاین خیلی خوش اومدید به کانال من امروز با شما هستم با یه فعل جدید و مشتقاتش میخوایم یه فعل جدید رو یاد بگیریم و معنا و مفهوم متفاوتی رو که تو جمله ایفا میکنه اما قبل از اینکه بریم سراغ درسمون ازتون خواهش میکنم اگه کانال آلمانی آنلاین رو تا به الان سابسکرایب نکردید دوست داشتی سابسکرایب کنید زنگوله کنارش هم فعال کنید که اگر ویدیوی آپلود بشه شما اولین نفری باشید که ویدیو رو میبینید ممنون از توجهتون دوستان فعلی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم فعل برینگن هست که به معنای بردن و گاهی اوقات به معنای آوردن هست یعنی هم بردن هم آوردن معنی میشه م... کاربردش کجا هست مثلا شما بچهتون رو میخواهید ببرید کیندرگارتن یا بچهتون رو میخواهید ببرید مدرسه یا هم محد کودک اینجا شما میگید که ایش برینگ یدن تاگ ماین کیندا سوم کیندگارتن". من هر روز بچه ها رو میبرم محد کودک یا مدرسه دوتاش هم میشه ایش برینگه یدن تاگ ماین کیندا شوله بچه, ها رو میبرم, مدرسه. بچه ها رو میبرم مدرسه کاربرد دیگهش اینجاست که شما یه جایی هستید و دوستتون بهتون میگه که داری میای با خودت فلان چی رو بیار مثلا شما تو آشپزخونه هستید دوستتون تو حال یا همون وانسی سیما هست و بهتون میگه که کنس تو بیت این برینگن میتونی لطفاً برای من یه لیوان آب بیاری اینجا میتونیم از فعل برینگن استفاده کنیم یعنی آوردن به معنی بردن و به معنی آوردن هر دو تا معنی رو میتونه داشته باشه ولی باید بدونیم که کجا ازش استفاده بکنیم اولین فعلی که میخوام بهتون معرفی کنم و از فعل برینگن ساخته میشه هینبرینگن هستش هینبرینگن یه جورایی تو همین مفهوم مفهوم آوردن و بردنو توی این مفهومها هستش هینبرینگن یعنی شما یه ش... یه کسی رو به یک جای مشخصی ببرید که قبلا در مورد اونجا صحبت کردید مثلا یکی میاد شما یه جای کار میکنید منشی هستید یکی میاد و میگه که من با آقای فلانی کار دارم با همکارتون شما میگین همکار من تو ساختمون روبرویی هستش یا ساختمون بغله یا دو تا ساختمون اوورتره. بعد ایشون میگن که خب من نمیدونم کجاست کدوم ساختمون طبقه چندم بعد اونجا شما میگین که میخواید من شما رو یا من تو رو ببرم اونجا بردن کسی به جایی تو اینجا میتونید از زی یا از دو استفاده کنید که هر دوتاش اکوزاتی اینجا میتونید بگید زولیش زی هین برینگن میخواید که من شما رو ببرم اونجا یا میتونید بگید زولیش دیش هین برینگن میخواید که تو رو ببرم اونجا یعنی به یک جای خاصی یه شخصی رو بردن هین فعل بعدی که بهتون میخوام معرفی کنم فعل فربرینگن هستش. فربرینگن یه فعل جدا نشدنیه و به معنی گذروندن هستش. مثلا سایت فربرینگن. ایش ها به داس دست وخننده میتماینا فمیلیه فربراخت. من آخر رو با خانوادم سپری کردم. فربرینگن گذشتهش میشه فربراخت. یا مثلا میتونید بگید که من آخر هفتهام با دوستام گذروندم. ich habe das Wochenende mit meinen Freunden verbracht. یا مثلا من اولابمو کنار دریا سپری کردم. دو هفته اولاب یا مرخصی داشتم. اولاب من مرخصی و اینجا میگین که من مرخصیمو یا همون اولابمو کنار دریا سپری کردم. ایش هبه اولاب اولاب اندزه فربراخت. یا مثلا شما کل روز رو تو خونه با مرتب کردن خونه یا با تمیز کردنشون سپری کردید مرتب کردن در زبان آلمانی میشه آف یه فل جدا شدنی هست توی این مورد شما میگید که یا ایش هب دن تاگ میت آف خوایمن من کل روزم رو با مرتب سازی سپری کردم یعنی کار دیگه نتونستم انجام بدم یا یه شخصی کل زندگیش رو تو فقر گذرونده منیشو گفتم الان بخوایم آلمانی بگیم میگیم که ارهت زین زاین لبن این آرموت فربراخت آرموت میشه فقر آرم در واقع میشه فقیر و اسمش میشه آرموت به معنی فقر یعنی اون آقای زندگیش زندگیشو تو فقر گذروند فعل بعدی که از برینگن ساخته میشه میت برینگن هست پرفیکس همون پیشوندمون میت هست میت برینگن به معنی به همراه آوردن چیزی یا کسی استفادهش کجاست کاربردش کجاست مثلا شما یه جای دعوتی تولد عروسی خب زنگ میزنید به دوستتون و ازش میپرسین که آیا چیزی میخواید که من با خودم همراه بیارم میتونید بگید که ich این ein kuchen من با خودم یه کیک میارم درست میکنم و میارم یا ich این ein salat من با خودم سالاد میارم یه چیزی رو با خودتون بردن به جایی و یا کسی رو با خودتون ببرید شما دعوتید ولی از میزبان میپرسید که اجازه دارم که دوستم با خودم بیارم در فیش ماین فایند میت برینگن او در فیش ماین کیندم میت اجازه دارم که دوستم و یا بچه همو با خودم بیارم با خود همراه بردن کسی یا چیزی به جایی گذشتش هم میت گبراخت هستش اشهاب این کوخن میت گبراخت این زلاد میت گبرخت. من با خودم یه سالاد آوردم من با خودم یه کیک درست کردم آوردم مفهومش به این شکل هست فعل بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم از فعل برینگن مشتق میشه اما مفهوم و معنی کاملا متفاوتی داره و اون فعل اون برینگن هست اون برینگن به هیچ عنوان به آوردن و بردن کسی یا چیزی مربوط نمیشه به معنی کشتن کسی هستش یه مندن اومبرینگن کسی را کشتن که در حالت اکوزاتیو هست مثلا ار هت زاینن فرند اومگبراخت اون آقای دوستش رو کشت اومبرینگن و گذشتش یا همون پارتیسیپس وایش میشه اومگبراخت فعل بعدی فعل بایبرینگن هست بایبرینگن به چه معنیه اینم ربطی به آوردن و بردن نداره مثل فعل اومبرینگن ولی معنیش میشه یاد دادن چیزی به کسی شما هم به مفهول مستقیم احتیاج دارید هم به مفهول غیر مستقیم شما چیزی رو به کسی یاد میدید مثلا چی؟ مثلا گیتار زدن رو به کسی یاد میدید مثلا پیانو زدن رو به کسی یاد میدید هر چیزی رو که شما بتونید به کسی یاد میدید آلمانی مثلا معلم چیکار میکنه تو کلاس آلمانی یاد میده به بچه ها یا انگلیسی یاد میده به بچه ها مثلا اشپرینگ اوهاش دویچ بای من به شما دارم آلمانی یاد میدم یا mein Lehrerin bringt uns Englisch bei معلم ما به ما انگلیسی یاد میده شما به چیزی را به کسی که حالت داتیوی میاد یاد میدید مثلا دو برینگست می گیتار سپیلن بای تو به من گیتار زدن رو یاد میدی حالت داتیوی هست گذشتهشم میشه ار کلاویا شپیلن بایگه برخت ار هت می دویچ بایگه برخت ار هت می انگلیش بایگه برخت اون به من آلمانی یاد داد اون به من انگلیسی یاد داد آخرین فعلی که میخوام تو این ویدیو بهتون معرفی کنم دوباره فعل بایبرینگن هست اما در این مورد رفلکسیو زیش بایبرینگن که در حالت داتیوی میاد یعنی رفلکسیو داتیوی دوستان عزیز قبل اینکه من به این فعل بپردازم یه کوچولو براتون پرانتز باز کنم و اینو بگم که در مورد افعال انعکاسی توی ویدیو جداگانه بهتون حتما توضیح میدم که به چه معنی هستند و چند مدل افعال انعکاسی داریم و اصلا یعنی چی افعال انعکاسی ولی اینجا برای اینکه ویدیو طولانی نشه و از در واقع تممون از موضوعمون خارج نشیم این فعل رو بهتون توضیح میدم ولی یادمون باشه که بعدا در موردش حتما صحبت میکنیم خب فعل زیش بای حالت حالت داتیوی یعنی رفلکسیو داتیوی به معنی اینه که معنی تحت و لفظش این میشه که به خود چیزی را یاد دادن یعنی شما به خودتون یه چیزی یاد میدین اما مفهومش اینه که شما یه چیزی رو خودتون یاد میگیرید بدون مدرسه بدون معلم بدون آموزش خاصی مثلا شما میتونید بگید من آلمانی رو مدرسه نرفتم دویچ کورس نرفتم معلمم نداشتم خودم خود به خود از ویدیوهایی که توی یوتیوب میدیدم کتاب میخوندم روزنامه میخوندم خودم به خودم یاد دادم خودم یاد گرفتم یا به عبارت دیگه خودآموز خودم به خودم آموزش دادم در این حالت از زیش بای برینگن استفاده می کنید شما به خودتون یه چیزی یاد دادید مثالش میشه مثلا اگه من کلاس نرفته باشم و بدون کلاس و معلم و آموزش آلمانی رو یاد گرفته باشم میتونم بگم ایش میه دویچ بای من به خودم آلمانی رو یاد دادم ولی این معنی تحت و لفظشه. معنی کلش این میشه چیزی که دیگران متوجه میشن از جمله شما شما آلمانی رو بدون معلم و بدون کلاس خودتون یاد گرفتین یه شب میه انگلیش بای براخت من انگلیسی رو خودم یاد گرفتم به عبارت دیگه خودآموز یاد گرفتم بدون معلم بدون مدرسه بدون آموزش خاصی دوستان عزیز این بود فل و مشتقاتش امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه اگر اینطور هست با یک لایک کانال منو حمایت کنید خیلی خوشحال میشم اگر نظرات و انتقاداتتون رو توی کامنت ها برای من بنویسید و موضوعاتی که دوست دارید در موردش صحبت بکنیم و اگر هم کانال آلمانی آنلاین رو تا به الان سابسکرایب نکردید دوست داشتید سابسکرایب کنید زنگوله کنارش هم فعال کنید که اگه ویدیویی آپلود شد اعلانش برای شما بیاد ممنونم از توجهتون و تا ویدئوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار